درود خدمت دوستان عزیز کتاب خون. یه بار دیگه میگم متاسفانه تعداد کسایی که با همون همراهن هر روز کمتر و کمتر میشه و اون گزارش که به من یوتیوب میده میگه که ساعات کمتری در واقع این کتاب خونی دیده میشه، ولی به عشق شمایی که با من اینجوری همراه هستی این کار رو میخوام ادامه بدم تا آخر، چون خیلی ها کامنت نوشته بودن مگه میخوای درس رو قطع کنی؟ نه، به هیچ عنوان این درس خوندن قطع نمیشه و با همدیگه پیش میریم و با سرعت بیشتری هم، چون از اینجاهایی کمی آسونه و کلی هم چیز یاد گرفتیم. اوکی، در فون فت پلانت و زیر زنده با سیاره پنجم حسابی عجیب و غریب بود، خیلی عجیب و غریب بود. اسوار در کلینست فون آلن، اون بود کوچکترین از همه. فون آلن. اس وار دا گراد پلاتس گنوگ فور اینه شتراسن لاترنه. اونجا اس وار دا اونجا جا بود تنها فقط گنوگ یا به اندازه کافی برای یه دونه شتراسن، شتراسن رو که میشناسید یعنی خیابان ها، لاترنه. لاترنه دوستان این چراغای خیابونی قدیمی ها بود که شم توش روشن میکردن، حالا بعدن شد مثلا لامپ، اونا میگن لاترنه. میگه که فقط جا به اندازه یه دونه شتراسن لاترنه اونجا بود و سیاره هم خیلی کوچیک بود. اون اینن لاترنن انسوندا، فعل ان سوندن یعنی روشن کردن، با آتش یه چیزی رو روشن میکنن مثل شم، میگن انسوندنش کردن یا دینامیت یا نمیدونم یه چیزی که روشنش میکنن. حالا یه دونه ای که این کار رو انجام میده شغلش اینه، میشه انسوندا، حرف آش بزرگ، کسی که این چراغ روشن کنه میشه انسوندا، چراغبان، یا مثلا کسی که چراغ روشن میکنه اسمش رو میذاریم چراغبان، اونی که چراغبان رو روشن کرد. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären، مسافر کوچولو نمیتونست برای خودش این رو روشن کنه، sich nicht erklären وتسو یعنی رو چه حسابی، برای چه کاری، من irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner eine Straßenlaterne und eine Laternenanzünder braucht. میگه که مسافر کوچولو هر کاری کرد نتونست بفهمه که رو چه حسابی توی یه سیاره‌ای که توی آسمون روی یه سیاره بدون خونه و بدون ساکن یه دونه چراغ خیابونی وجود داره و یه دونه، حالا اسم می‌ذاریم فانوسبان، چراغبان نیاز هست. و من نفهمیدم. دوخ زکت ازیش، پیش خودش گفت Es kann ganz gut sein, dass dieser Mann ein bisschen verrückt ist. این میتونه خیلی خوب باشه، یعنی این محتمل هست که دیزه من، این مرده، یک کمکی فرکت است، یک کمک دیوانه است. دوخ ایس اوینیگر فرکت از ده کنیش، ولی هرچی باشه دوخ البته هست کمتر از اون شاه دیوانه، این دیوانه بودنش کمتر از اون شاه ده ایتل، اون خودپسنده، اون ده گشفتسمن. میگه هر چی باشه ولی دیوونگیش کمتر از اینایی بود که اسم برد. حالا میگه چرا؟ گشفتمن اون ده زایفا و اون الکلیه. چرا؟ دلیل این حرف که میزنه میگه زین آباید هد ونیکستن اینن زین. میگه که کار اون دارد حداقل یه دونه مفهوم. میگه کارش حداقل یه مفهومی داره. wenn er seine Laterne anzündet، زمانی که اون چراغش رو روشن میکنه، so ist es، به مانند این هست که als setzte er einen neuen Stern in die Welt، مثل اینه که اون یک ستاره رو به جهان مثلا میگذاره، یک ستاره رو به جهان میاره، setzen میکنه، مینشونه. ستاره رو تو آسمون میگن نشونده خداوند دیگه، زتسن کرده. اودا این بلومه یا یک گل. ون ار زین لاترنه اوسلوشت،
آوسلوشن یعنی پاک کردن، برای خاموش کردن یک شعله هم میگن آوسلوشن میکنه و یه دونه فلامه، شعله هست دیگه، فلامه آوسلوشن میشه یا چراغ خاموش میشه. ما برای یاد گرفتیم توی درس‌های پیشوند فعلا برای چراغایی که ما خاموش میکنیم میگیم آوس مخن یا آوس شالت. زو شلافن شترن اودا بلومن بلومه این. بدین وسیله وقتی که اون لاترنش رو آوسلوشن میکنه این شکلی انگاری که ستارش یا اون گله به خواب فرو میروند، این شلافن میشن. فرق شلافن با این شلافن، دوستانی که نمیدونن، شلافن یعنی خوابیدن، این شلافن یعنی به خواب رفتن. Das ist eine sehr hübsche Beschäftigung. این یک بشفتیگون یا یک مشغولیت، یک شغل هوبشه، خوشگله. Es ist auch wirklich nützlich. و واقعا هم نوتسلیشه، سودمنده. Da es hübsch ist. از اونجایی که خوشگله. میگه که ولی توی این جمله این میگه که Es ist auch wirklich nützlich و این هست پرفایده، سودمند، از اونجایی که خوشگلم هست. استاد شاملو این جمله رو خیلی قشنگ ترجمه کردن و گفتن که هر چیزی که زیبا هست بی گفتگو مفیدم هست. یعنی اول این جمله رو گفته، هر چیزی که زیبا هست بی گفتگو مفیدم هست. ولی خب فارسیشو اینجوری برای ما قابل فهمه، ولی مفهوم آلمانی رو اینجوری عنوان میکنه. Als auf dem Planeten ankam, زمانی که اون روی سیاره ankommen کرد، ankam میشه پریتریتومش، ankommen کرد، رسید، grüßte den Laternenanzünder. سلام کرد، به درود گفت به Laternenanzünder، به اون فانوسبانه. Er bittig. این اهبیتش خیلی کلمه قدیمی هست، ولی مفهوم اینو داره که خیلی محترمانه، اهبیتش، بسیار محترمانه به اون لاترنن انسونده به گوسن کرد، درود گفت. گوتن تاگ، سلام بر شما، درود بر شما، روزتون بخیر. وقوم هست تو دین لاترن ابن آسگلوشت، چرا الان لاترنتو خاموش کردی؟ اینجاش بچه ها خیلی بامزده است، من عاشق این تیکه کتابم. این بعد اشتراسن لاترنه، از اونجایی که خیلی ها گفتن موقعی که این کتاب تو با لهجه میخونی و صداتو عوض میکنی بامزده میشه، من تصمیم گرفتم این کار کنم. مثل استاد شاملو که کتابو گفته اینجوری میگه که ich habe die Weisung، من یه دونه دستور دارم. انفورتته انسونده، جواب داد اون انسونده. گوتن تاگ، سلام بر شما، روز بخیر. Was ist das die Weisung؟ مسافر کوچولو میگه. اون میگه die Weisung meine Laterne auszulöschen. Guten Abend. دستور اینه که چراغو خاموش کنم. شب بخیر. Und zündet sie wieder an. و دوباره چراغو روشن کرد. مسافر کوچولو میگه aber warum hast du sie soeben wieder angezündet؟ ولی تو چرا همین الان دوباره روشنش کردی؟ همین الان خاموشش کرده بودی که. بعد اون میگه Das ist die Weisung. Antwortete Anzünder. این یک دستوره. مسافر کوچولو اینجا گیج شده، میگه Ich verstehe nicht. Sagte der kleine Prinz. من نمیفهمم. بعد اون یارو میگه که Das ist nicht zu verstehen. Sagte der Anzünder. Die Weisung ist eben die Weisung. Guten Tag. Nicke چیزی برای فهمیدن نیست. Das ist nichts zu verstehen. Anzünder گفت. Die Weisung, Dastur, Dasture. Salam bar shoma. Und löschte seine Laterne wieder aus. و دوباره چراغش رو خاموش کرد. بعد اینجا راوی میگه که Dann trocknete sich die Stirn mit einem rot karierten Taschentuch. و بعد پیشونیشو خوش کرد، trocknen خوش کردن، sich die Stirn
اون پیشونیش رو، پیشونی خودش رو با یک دونه قوت کاریات، قوت قرمز کاریات چارخونه، یک دونه دستمال چارخونه پیشونی خودش رو خوش کرد. تشنتو. بعد این چیزه میگه که ich tue da einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. من اینجا انجام میدهم یک schrecklich کار یا یک خدمت دینست وحشتناک، کار خیلی طاقت فرسایی رو انجام میدم. früher قدیما ging es vernünftig خیلی بهتر بود، یعنی vernünftig بود، اون دستوره مفیدتر بود. ich leuchte morgen und دوباره میگه ich leuchte am morgen aus und zündete am abend an. من صبح روشن میکردم و شبا خاموش میکردم. اینجا من یه دور تمیز کنم بهتون یه فعلا رو بگم. ببینین ich löschte am morgen aus، auslöschen خاموش کردن. من فکر کنم تو ترجمه قبلی اشتباه گفتم، معکوس گفتم، حالا تصحیح میکنم. zündete am abend an و توی شبا روشن میکردم. و بعد میگه که den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen. باقیه یه روز رو داشتم من برای Ausruhen، برای اینکه استراحت کنم. Und den Rest der Nacht zum Schlafen. و باقیه یه شب رو برای خوابیدن. خب ببینید اینجا داستان خیلی جالبه. بعد مسافر کوچولویش میگه که زدم از بود دیوایزون گندرت، از اون موقع اون دستور عوض شده. بعد اون میگه دیوایزون بود نیش گندرت، اون دستوره عوض نشد. زکت در انسون دار. بعد ادامتن میگه دست ایس یا دست تراور شپیل، و این دقیقا تراور شپیل منه. ببینید من چند تا فعل توضیح بدم. تراون معنی ازدواج کردن میده، معنی اعتماد کردن میده و معنی عقد کردن هم میده. دو نفر که عقد میکنن هم میگن اینا تراون کردن با هم دیگه. اوکی؟ یا معنی جرأت و جسارت و مطمئن بودن هم میده. اوکی؟ جرأت، جسارت، ازدواج، عقد و همینطور اطمینان. خب حالا یه فعل داریم فر تراون. فرتراون یعنی اعتماد کردن. من مثلا اعتماد میکنم یه چیزی رو به شما بگم، مثل یک راز میمونه، ولی من بهت اعتماد میکنم. یعنی که مثلا من بهت اعتماد میکنم که تو بتونی حتما این امتحان رو قبول بشی. پدر به پسرش میگه ایش فرتراو دیا، من بهت اطمینان دارم که تو این امتحان رو قبول میشی یا مثلا از پس این مشکلات برمیای. حالا یه فعل داریم تراورن، یه دونه ار این وسط میاد. فعل تراورن معنی سوگواری کردن، عزاداری کردن میده. حالا چرا این همه گفتم؟ برای اینکه اینجا تراور شپیل میگه که این بدبختی منم از همینه. Das ist ja das Trauerspiel. این بدبختی هم از همینه. بعد میگه که der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller gedreht. اون سیاره هر سال hat sich von Jahr zu Jahr سال به سال schneller und schneller gedreht، سریتر و سریتر چرخید. und die Weisung ist die gleiche geblieben، و دستور همون دستوره موند، باعث شد که همون دستور باقی بمونه، هیچ کارش هم نمیشد بکنی که عوضش کنی. پس میگه که سیاره سریتر و سریتر چرخید، دستور دستور موند. حالا ببینیم این چه مشکلی برای یه اون انسونده یا همون چراغبانه ایجاد میکنه. این هم بچه ها چراغبان که داره هی چراغ و هی خاموش و روشن میکنه. من این رو جمعش میکنم که امشب درس تموم بشه. اونت بعد مسافر کشون میگه آها خب که چی؟ اونت این یه چیز آلمانیه که میگن اونت و، یعنی باقیش رو بگو که چی؟ اون یت da er in die Minute eine Umdrehung macht و الان از اونجایی که er یعنی پلانتنه
هر دقیقه یه دونه عمده ریحون میکنه، یه دور دور خودش میچرخه. هبه ایش نیشت مه این زکونده قوه، من حتی یک ثانیه هم قوه یا یک آرامش ندارم. یه ده مینوت چونده ایش این ملعن، من هر دقیقه یک بار روشنش میکنم. لاشه ایش این مال آوز، و همون موقع هم خاموشش میکنم. بعد مسافر کوچولو میگه دس ایست دولش، این و مثلا مثل وحشتناکه، یه جورایی میگه خیلی رقتاوره، درد سرسازه، چیز بدیه، دولش هست. دی تاگ داون بای دی این مینوت، روزها پیش تو، نزد تو، یعنی تو سیاره تو تنها یه دقیقه طول میکشن. این مینوت داون، داون طول کشیدن. Das ist ganz und gar nicht drohlich. و این اصلا و ابدا هم drohlich نیست. بچه‌ها من drohlich رو فکر کنم یک کمی بد ترجمه کردم، الان یادم نمیاد، گفتم بده، مثل مسخره است، مضحک، چرته، یه همچین مفهومی داره، یه چیزی که مثل همون ما خودمون میگیم مزخرف، یه همچین چیزی، یه چیز مضحک و مزخرفه. Das ist ganz und gar nicht drohlich. اصلا هم مضحک نیست، خنده‌دار نیست، مثلا یه همچین چیزی. Sagte der Ansunder. اون Ansunder گفت. Das ist nun، این جمله شما اینجا رو خیلی دوست دارم، مثلا اینا رو پارک کنم. بعد اینجا میگه که اصلا هم مسخره نیست. Das ist nun schon ein Monat, dass wir miteinander sprechen. اصلاً هم مسخره نیست، الان یک ماهه که من و تو با هم دیگه داریم حرف میزنیم. 30 دقیقه حرف زدن شده یک ماه دیگه، 30 باره خاموش روشن شده، یعنی خورشید رفته خورشید اومده. بعد مسافر کلو میگه، کوچولو میگه این مونت، یه ماهه. بعد اون میگه یا دقیسیش مینوت، دقیسیش تاگ، گود نابند. آره 30 دقیقه، 30 روز، شب بخیر. Und er zündete seine Laterne wieder an. و دوباره چراغش روشن کرد. خب دیگه بچه‌ها، جو درسمون خیلی طولانی شد. اینجا دیگه استاپ می‌کنیم، بقیه‌اشو فردا شب می‌گیم. خیلی دوستتون دارم. شب خوش، تا فردا شب.